سالگرد تأسیس حزب کومله بوده در تورانتو. آقای مهتدی سخنرانی کردن، ایشون گفتن ایران کشور چند ملیتی است و پروژه یک کشور یک ملت در ایران شکست خورده و به پایان رسیده. آقای مهتدی، شما رو به هر کس میپرستید با واژه ها بازی نکنید. راه رفاه و آسایش مردم رو پیشنهاد کنید، مانیفست مثبت ارائه بدید. آقای مهتدی نهایتاً برای بخش بزرگی از جامعه تعبیرش بالاتر از فدرالیست خواهد بود، تجزیهش تجزیه طلبینا خواهد بود. آخه خود بی سوادت وقتی نشستی جلوی دوربین مخالفت داری میکنی، خودت اپوزه ای، پس داری خط قرمز رو خودت هم میکشی. یک سری که خانم علی نژاد هم جز بشه و چند تا از برمه و به عنوان زنان مبارز در سطح جهانی چیز کردن و این باعث شده که خانم علی نژاد 40-50 تا 60 هزار دلار، یه خانم شیرین‌وادی که اصلا مطرح نبوده قیمت رفته به هزاران دلار. مال خانم نازنین بنیادی رو من 50 میگه به ایجنت باید زنگ بزنیم، ولی قیمت بین 40-60 هزار دلار برای سخنرانی. از نفوذ خانم هیلری کلینتون استفاده میکنن و دعوت میشن به یه جایی. اگر اپوزیسیون نبود این مدت جمهوری اسلامی خیلی کار کرده بود. جمهوری اسلامی از دست اپوزیسیون شب خواب راحت نداره، نقشه میکشه، مامور میفرسته، نمیدونم انواع اقسام کارا میکنن، آدم میدوزن میبرن. چی اپوزیسیون کار نکرده؟ اپوزیسیون خیلی کار کرده، منتها یه سری اینایی که آمدن صادراتی یا قاطی شدن، اینا مزاحمت ایجاد کردن، سنگ انداختن، یعنی در واقع موفقیت جمهوری اسلامی رو بیمه کردن. سلام و درود بر بینندگان عزیز برنامه در حاشیه. امیدوارم خوب و خوش و خرم و سرحال و بانشاد باشید. برنامه 46 در حاشیه رو خدمتتون تقدیم میکنیم به اتفاق بهمن فتحی دوست و همکار عزیزم و امروز پنجشنبه 22 فوریه برابر با 3 اسفند ماه در سال 1402 و 2024 و به اتفاق دوستان پشت دوربین رضا کیهان و رضا آلمان، امیدوارم که یک ساعت وقتتون رو برای ما در نظر گرفته باشی. بهمن جان، منم سلام میکنم به شما، به بینندگان ارجمند این برنامه هر جای جهان که هستن، امیدوارم که خوب باشن، سلامت باشن و ساعت مفیدی بتونیم با ایشون داشته باشیم. بله، و حضورتون عرضه بدارم که بینندگان عزیز، در این چند وقت، در این یک هفته گذشته، طبیعتا شاهد هستید همینطوری رسانه‌های مختلف دارن چند تا سوژه هست که راجبش یا به قول شما خارجی آیتم هست که در موردش دارن صحبت میکنن و یک روز دو روز هم نیست، چند روز پشت هم دیگه است که حالا از بهمن جان خواهش میکنم که وقتی توضیح میده به اینا هم اشاره بکنه که این مطالب در به هر حال اکثریت شما میدونید، باهاش در این مسیر رفتید جلو و خب طبیعتاً حاشیه هایی هم داره که این حاشیه ها رو امروز ما بهش اشاره خواهیم کرد، به اضافه یه سری مسائل دیگه که بریم بهمن جان ببینیم که به کجا میرسیم. بله، به درستی گفت حسن جان، ما ایرانی ها میدونید فعالین سیاسی یا حتی ما هایی که تو کار رسانه هستیم، هر چند وقت یه بار یه جور دیپرشن میگیریم، یه افسردگی. شاید این افسردگی، خب ماها هنوز بعد 44 سال انتظار تغییری در سرزمینمون داریم و وقتی تغییر نمیگیره، شما گفتین بله خبرهای این هفته، به هر حال در دنیای خبر هر هفته واقعیت اگه بخوایم بگیم 3-4 خبر معمولا بولد میشه، ولی خب این هفته، در این یک هفته اخیر، حالا چه اخبار داخلی چه بخشش خارجی، این هکرهای گروه عدالت علی یک هفته سلام، من میبینم حتی همین امروز برنامه ها 2-3 در این رابطه بود. آقای پوتین که آخرین مخالف جدیش رو به نظر میرسه
درست مثل دوران قتل‌های زنجیره‌ای که جمهوری اسلامی از همین آقای پوتین یاد گرفته بود و این کارا رو خارج از کشور انجام میداد، امروز بیشتر متأسفانه بچه‌های ما رو تو ایران اعدام می‌کنه، آخرین مخالفش هم به این شکل از بین برد و دنیا هم واقعا چهار تا خب البته اروپایی ها اینا یه صحبت هایی کردن میگن هزینه، ولی ما نمیبینیم پوتین چه هزینه ای حالا بهش میپردازیم. بعد جمهوری اسلامی که از انتخاباتش حرف میزنه، یه کنفرانس حالا امنیتی که قدرت اجرایی نداره ولی در آلمان سالهاست هست، امسال وزیر خارجه آمریکا بود، وزیر خارجه آلمان هم بود، سال قبل اگه خاطرتون باشه اون چه هم زمان با نشست گروه جورجتان بود که دو سه تا از این دوستان دعوت شده بودن، امسال ظاهرا فقط خانم علی نژاد بوده، معلوم شد که سال قبل هم آقای کریم سجارپور اعلان کردن دعوت کننده های سال قبل بودن که هم شاهزاده رو دعوت کرده بودن هم آخرین لحظه خانم بنیادی رو میبرن و خانم علیپور امسال نه خانم علیپور رو برده بودن. بعدم دیگه توماری تو این وسط ما ایرانی ها خب یه صحبت های آقای ثابتی با تلویزیون من و تو که در بین ما نیست کردن، حسن جان یه توماری دو روز قبل شروع شد، اول حالت خیلی جدی نداشت، حالا من مطمئنم در روزهای آینده اینم تبدیل به یک موزل خواهد شد، چون تا دیروز امضا 600 خورده‌ای بود، امروز 1000 شده. من هم امروز یک دو تا مطلب خوندم که گروهی نمیدونم در دادگاه کلمبیا در نیویورک میخوان کیس باز بکنن، یه گروهی میگن ببریم لاهه، به قول شما زور گفتین، اصلا اینا نمیدونن لاهه چیزای شخصی رو من نمیدونم رسیدگی میکنه نمیکنه، ولی به هر حال نه اینکه من نه آقای ثابتی رو میشناسم نه چیزی، به هر حال این مرد 88 ساله شاید بتونه خیلی اطلاعات مفید بگوید که برای نسل آینده حداقل آموزنده باشه. حالا ما این دفعه یک بخشی از این انرژی ما قرار صرف آقای ثابتی بشه و همین ها، یه تلویزیون هم میخواد تو این بازار بلبش روزار، من شنیدم که میخواد 70-80 تا چهره های شاخص رو ببره اسپانیا، حالا من نمیدونم بله آخه دقیقاً برای اینکه این لندن و آلمان و اینا به هر حال تو اروپا این شهرهایی که چهرهای شاخص سیاسی معمولاً اینجا مرکز سیاسته، اسپانیا من نمیدونم یا تماشای نمیدونم، اینم داستان اخبار مهمی که بهش میپردازیم. البته یه اشاره بکنیم، در سال 1299 سوم بهمن روزی بود که بعد از اون همه فجایعی که در کشور ما اتفاق افتاده بود به خاطر امپراتوری انگلیس و امپراتوری روسیه یا شوروی که بعداً البته از 1919 آمدن، بدبختی، مریضی، بیچارگی و تلف شدن نیمی از مردم کشورمون، هموطنانمون به خاطر ایجاد قحطی مصنوعی از طریق دولت انگلیس و همه این مشکلات و اینی که هر بخشی از مملکت ما یک کسی برای خودش یه اتفاقی افتاده بود که حتی بعضی شنیدم سکم ضرب کرده بودن و حکومت برای خودشون درست کرده بودن، شمال، خراسان، در کاشان، در شرق، غرب، همه جا به هر حال یک عده‌ای مشغول حکومت شده بودن. در اون تاریخ یک شخصی به هر حال پیدا شد به نام رضا شاه که قرار بود این ماجرا رو یه جوری جمعش بکنه و به یک مسیری هدایتش بکنه که ملت ایران نسل‌های بعد بتونن بهره برداری بکنن، که حالا به دلایل مختلف که قابل تحلیله و واقعا باید نشست در مورد صحبت کرد و این خیلی روشنه، هر حکومتی که بیاد طبیعتا حکومت قبلی و اوان و انصار ناراحتن و از همون موقع شروع میکنن به شایع سازی و چه بسا که اون وقت یه فاکتورهایی در اون مراحل دست به دست هم میدن، یک صحبتهایی رو مهر تایید بهش میزنن که حالا حالاها شما نمیتونید با هیچ نمیدونم اسیدی این مهر رو پاکش کنی، میگن و نسلهای بعدیشون هم این فکر رو دنبال میکنن و میرن. اما میخواستم بگم ما روز پنجشنبه که برنامه رو داریم ضبط میکنیم، سوم اسفند ماه 1402 هست، و اما این ماجرایی که شما گفتید در مورد مسائل
یه اشاره اون وسط یه اشاره چون شما رضا شاه گفتین یه اشاره همینجا چون شما رضا شاه رو پیش کشیدیم من میخوام یه نقل قولی که به شما گفتم خیلی خوش نشسته و آدم به هر حال نمیتونه احساسات چه نشون داده. من نقل قول این نقل قول توسط آقای عباس میلانی تاریخ نگاری که ظاهرا اسنادی رو دارن مطالعه میکنن حسن جان میشون میگوید که در اون دورانی که رضا شاه به ترکیه هم سفر میکنن اصرار به ایشون داشتن که آقا بریم اروپا کشورهای دیگه اروپایی رو ببینیم، حالا ترکیه بخشش اروپایی نگار نداریم و خب قاجار هم در این زمینه سابقه داشت، ولی این جمله‌ای که ظاهرا الان تو اسناد تاریخی که میشه مرور کرد و رضا شاه برمیگرده میگه که ندید من میدونم میخوام من برم ببینم که چقدر ما عقبیم از اون کشورها و قصه‌ام ده برابر بشه و خیلی به نظر من این حرف یعنی آدمی که امروز قضاوت میکنه میتونین اگر حتما اونی که منتقد کار بد رضا شاه رو بگه ولی این وطن دوستیشو نمیشادم به این راحتی از روش بگذره که من برم چیکار غصه دار بشم برگردم ببینم که چقدر ما عقبیم. بهمن جان رضا شاه از زمان ویلهلم رفته بوده سفارت آلمان و اونجا خواسته بوده که اون زمان که کمکش بکنن بتونه مردمش رو مملکتش رو از این از اون شرایط از اون فلاکت بیرون بیاره که نشده بود و جنگ جهانی شروع میشه و حکومت ها عوض میشن و از این صحبت ها این میمونه و این در ذهنش بوده که به هر تقدیری با هر دستاویزی که شده این به جای برسه که اختیار در دست بگیره و بتونه مملکت رو از اون نابسامانی نجات بده. حالا همونطور که عرض کردم وقتی قلم دست دشمن میفته یا حکومت قبلی میخواد یه مقداری دق دلش رو خالی بکنه ضرراش رو فکر میکنه اینجوری میتونه تلافی در بیاره، خب از این حرفها زدن و در واقع این رو من نمیخوام به عنوان تعریف بگم به عنوان تاریخ دارم میگم، شاید کتابی رو که من دست گرفتم خوندم کتاب غلطی بوده نمیدونم، دارم این رو میگم که آقای آیرونساید و ایشون چند روز بیشتر باش در ارتباط نبوده که حالا شما میخونید که بارها و بارها با آیرونساید بوده و نمیدونم فلان و انگلیس ها آوردن و ال کردن و بل کردن و به هر تقدیر میگم اون احساس بوده که اگر از قدرتی میشود استفاده کرد استفاده بکنه، اما اینی که بخواد بره مثلا تعهد بکنه منو بذارید برم به یک جای برسم که اون وقت هر چی شما بخواید من بگم چشم، نه اینجوری نبوده، واقعا اینجوری اصلا نبوده، کما اینکه مثلا نخست وزیر کسی دیگری بود و رضا شاه وزیر جنگ شده بود، نخست وزیر کسی دیگه بود، یعنی قدرت اول به کسی دیگه محول شد، سید ضیاءالدین طباطبایی بود، بعد رضا شاه آمد وسط، بعد رضا شاه آمد رسید به جایی که میخواست رئیس جمهور بشه، خود حضرات گنده آخوندا علمای که در به عنوان نماینده در مجلس بودن گفتن نه خیر اسلام در خطر است و این ظل الله سایه شاه سایه خدا در روی زمینه و گفتن نه خیر باید سلطنت باشه. اینا چیزاییست که اگر آدم بدون حب و بغض بدون تعصب بخواد از تاریخ مملکتش خبردار باشه باید بره و گوشش هم به این حرفا بدهکار نباشه، ببینه خودش میرسه به اونجایی که اینا دارن میگن یا نمیرسه. به هر تقدیر این رو خواستم یه اشاره بکنم. اما در مورد مطالبی که شما توضیح دادی یک اشاره کردی و اون اشاره این بود که امروز حالا میخوان سر ملت رو سر مردم رو با این سوژه جدید گرم بکنم که کیه سوژه جدید؟ آقای پرویز ثابتیه. حالا من همیشه مدتیست این سوال همینطوری تو ذهنم داره حرکت میکنه که آقایون خانوم ها مبارزین محترم وطن دوستان وطن پرستان امروز مملکت خودمون داغونه، مملکت خودمون نابود داره میشه هر ثانیه، این چه بساطی چه حکمتیه؟ آخه بگید شاید ما هم یه خود هم تشکر کنیم از اینکه فهمیدیم چی هست، هم اینی که به راه شما هدایت بشیم.
چی کار داریم میکنیم ما؟ من سه برنامه پیش توضیح دادم، مثل روز برام روشنه با سند و مدرک، کسانی که آمدید و این پرچم مخالفت رو دست گرفتید و مملکت رو گذاشتید کنار، مردم کشور رو گذاشتید کنار، دارید فقط به یک خانواده حمله میکنید. من این رو راحت بهتون بگم، اون اسپانسرتون رو میشناسم، میدونم اسپانسرتون کیه. حالا باز یه دینن کامنت ننویسین چرا نمیگی، آیا میترسی؟ نه عزیز من، اگر میخواستیم بترسیم ما امروز اینجا نبودیم. نه، نمیخوام یک گندی رو بیشتر به هم بزنیم. نه، اونا خودشون میدونن و بایستی فکر نکنن که مردم نمیفهمن. خودتون باشین راجع به مملکتتون، راجع به انواع اقسام گرفتاریایی که الان داریم، همه رو گذاشتیم کنار و داریم میپردازیم به انجام به این که ببینیم فلان کس چیکار کرده. به اصلا جان ما شکی ندارم، حتما به هر حال کسانی از ساواک آسیب دیده هستن، دادخواه هستن. ما اصلا فکر نمی کنم هیچ کدوم مخالفین باشیم و حتی من امروز واقعا کتابی رم که سالها قبل، 20 و چند سال قبل ظاهرش شد، من نخوندم کتابو، شاهزاده نوشتن، همونجا راجع به اینکه ساواک بله اسنادشون میده شکنجه هایی بوده و ایشون تایید نمیکنه این شکنجه ها رو و میگه با اینکه مسئولیتش من اگر تایید بکنم یه بخشش پدرم من به عنوان چیز میتونه باشه متهم باشه، ولی من به هر حال تایید نمیکنم دقیقا. حالا من بحثم اینه، من اصلا نمیگم خانواده های دادخواه، ولی آیا امروز اینا میتونن به جایی برسن برن این کار رو انجام بدن؟ من فکر میکنم امروز انرژی مثبت اونها میتونه بیشتر در راه این جمهوری اسلامی که ما شوخی که نیست 44 ساله نتونستیم، ما اگه ما درست عمل کرده بودیم ما امروز ایران بودیم. اگر ما اینجا این جمهوری اسلامی هم سرکاره، کارای ما یه ایراد داشته، ما با هم نبودیم، این زنجیرها به هم بس نبوده، تکی تکی کارامونو کردیم. هنوزم میبینیم اتفاقایی که به جایی نمیرسه، حتی در کشور ما داخل بخوایم بس کنیم مثلا جان، برای اینکه این انسجام نبوده، امروز 200 نفر اونجا، 300 نفر اونجا، یا هر روز شما میشنوین که بازنشسته ها یه جایی دارن اعتراض میکنن، به جایی هم نمیرسه چون پراکنده است. خارج از کشورم همینه. بحث من اینه که الان دوباره یه سری رسانه ها خوراکشون میشه، حالا ببینیم نه فردا دادگاهی باشه، آمریکایی نام که خودتون اینجا زندگی کردین، چه اروپاش هم زندگی میدونین، دوباره داستان درست میشه، برن بیان. من اصلا نمیدونم به جایی میرسه یا نمیرسه و نمیگم هم حق ندارم، ولی من میگم این انرژی برای جاهای بهتر باید هزینه بشه. اصلا حکمتشو بگم چه نتیجه ای داره امروز اینجوری دارن داخل کشور باشه، به قول شما در یک حکومت صالحی فردا میتونن مثل کشورهای غربی نمیدونم بگن آقا، حتی بچه هاشون بگه پدر من مثلا اله کرده ساواک، اگر محکوم شدن در یک دادگاه برنده شدن بردن، حتی چیزای مالی میتونن بگیرن. ولی به قول شما تو آمریکا چیکار میخوام بکنن؟ نمیدونم. من بهمن جان یه چیزی 600 نفر امضا بوده به 1000 نفر میسی که 800 نفر رسیده. من چیزی رو که الان میخواستم بهش اشاره بکنم، دوستان عزیز، شما ندیدید من و بهمن یا بهمن و بنده به هیچ وجه من الوجوه اگر اعتراضی کردیم، اگر ایرادی گرفتیم، به شخصی ایراد گرفتیم که در مورد جامعه ایرانی یک حرکاتی کرده که این اشکال داشته. بله. نه به زن، نه به خواهر، نه به اتاق خصوصی، به هیچ کدوم از اینا. در واقع بالا 18 سال هستید، بذارید حرفمون بزنیم، دستمون در تنبون کسی نبوده. خیلی معذرت میخوام دیگه، باید اینجوری راست حسینی صحبت بکنه آدم. آخه این چه کاریه در پوزیشن آدمای فهمیده نمیدونم با آداب و اصول؟ یک باره میبینیم که در یه جاهایی برای کم میارن یه دفعه زن و همه کس و کار و مسائل خصوصی مردم رو شروع میکنن به توهین کردن. در یه جلسه ای بهمن جان خودت در جریانی دیگه، یکی آمده، یه نفری آمده یه حرفی زده، گفته مثلا زن کامبیز. حالا یک باره یه آدم دیگه به جای اینکه بگه آقا این حرکت درست نیست، شمایی که در اون جایگاه قرار داری، من هموطن شما انتظار دارم با شناختی که دارم
شما بگی آقا اینجوری صحبت نکن در مورد کسی. بله خانم خودش شخصیت داره، زن هم ارزش داره، زن هم خودش یک هویتی داره، اسمشو بگو، حرفت هم بزن که چی بوده ماجرا. نه اینکه یه دفعه اونجا بخوای بری زن یک کسی دیگر رو مطرح کنی و یه جورایی رگ گردنتون بزنه بالا و یعنی چه؟ مگه دیگران نمیتونن راجع به شما این حرفا رو بزنن؟ نکنید این کارا رو، جامعه رو خراب کردین شما به خاطر موقعیت‌های خودتون. هر کاری رو که شروع کردین میتونست مثبت باشه، الان با روابط و با نمیدونم قرارمدارایی که گذاشتید، اون کار مثبتتون رو گذاشتید کنار، چسبیدید به یه سری حرکاتی که ازتون خواستن. نکنید این کارو. نه دیگه، بله به هر حال این اتفاقا در فضای مجازی هست. بریم یه اشاره به آقای پوتین بکنیم. به؟ اگرچه اشاره نزدین آقای پوتین، ببین همین چند بخشا پریگوژین بهترین دوستش شده بود، تیارش منفجر کرد. سالها قبل مارکلوف رو کشته بود، نمیدونم آقای برزوسکی بود یا چیزی بود، یکی تو لندن تو همومش گفتن سرش خورده به دیواره، همون خونریزی کرده. بله. اون یکی تو آمریکا از بالکن خونش پرت شده بود، طبقه پنجم افتاد بود بیرون. آخه مگه بهش سر خورده بود؟ و حالا دیگه این آخری ها. اتفاقا من دایی داشتم میخوندم حسن جان، خب این بری رو غرب خیلی آقای نوالی رو بزرگ کرده بود، ولی من برها شنیدم و خوندم که واقعیت اینه که ایشون حتی به اندازه اون مخالفین قبلی پوتین نبوده، غرب اینو بزرگ کرده بود. در روز همون کاری که غرب با گوایدو کرد. بله بله، خاطرتون باشه آقای مادورا در ونزوئلا وقتی آوردنش تو سنای آمریکا، که البته وقتی هر پرزیدنتی حالا آقای ترامپ بود اون موقع، این به هر حال دستور پشت پرده امنیت ملی آمریکا چه تصمیمایی میگیرن، به ایشون گفته بودن صداش کن، اون بالا نشسته بود صدا کرد مستر پرزیدنت. بله. ولی اصلا این روزه مستر پرزیدنت کجاست؟ بله. اصلا کوچکترین خبری ازش نیست. غرب خوب اینو بزرگ کرده بود که به اهدافی برسه، ظاهرا در مقابل آقای مادورا شکست خورد. حالا آقای نوالی را متاسفانه این مرد رو از بین برد و مثل هر مخالف دیگه، این آخرین مخالف های شناخته شدهش بود که این آمار، این نوشته های چند روز اخیر حاکی از اینه که جز اون تاپ و تاپام نبود، چون یکی ها رو کشته بود از بین برده بود. اینو غرب خیلی ببینه، اینا رو غرب باد میکنه برای اهداف خودشون. بله. بعد اینا قربانی آدم مثل آدم کشی مثل پوتین میشن که اصلا اهمیتی به این کار نمیده به این حرفا. آخه اینا این بر اینجوری میشه، یه عده هم هستن توهم برشون میداره وقتی که غرب میخواد گندشون کنه. بله. بهره برداری. بله. یارو خودش رهبر بله میره تو رویا دیگه، روسیه میره تو رویا که آینده شبا که میخوابه فکر میکنه الان یک مملکتی رو کلید طلاییشو گذاشتن تو بشقاب تقدیم کردن، در صورتی که نمیدونه از این بازی ها زیاده. و ضمناً اینا رو هم هی داریم ما میریم، بیننده های ما خوشبختانه باهوش هم اشاره میکنیم متوجه میشن. وقتی که ما یه دفعه میبینیم خانم هیلاری کلینتون آمدن و یه دستی به سر و گوش بعضیا دارن میکشن در دنبال همین که شما دادید که غرب میخواد بزرگ کنه برای بهره برداری خودش، یادمون نره خانم کلینتون خودش با زبون خودش گفت طالبان و نمیدونم اون یکی که کشتنش در پاکستان رئیس بی‌نظیر بود رو جا نه اون عربی که در آها خانم سلام میگم. بله بله، به هر حال ایشون رو اینا خودشون درست کردن. حواسمون باشه، یعنی ایرانی ها بدونن که یه دفعه خوشخوشان نشه که الان یک کسی داره این کارا رو میکنه، یه آدمی مثل خانم هیلاری کلینتون فلان بهمان. نه، هر کسی داره برای خودش، برای منافع مملکت خودش یه قدمایی برمی‌داره. آره شد نشد برای یه سری آدمو میسوزونن، مهره‌ها رو از بین میبرن. ولی اشاره کردین دیگه، مجبورم بگم که بعد از این جورج‌تاون که به هم پاشید، به هر حال الان خانم کلینتون، من مطالب زیادی در این چند هفته اخیر خوندم که به هر حال با یک سری که خانم علی نژاد هم جزء بشه، یه سری خانم و چند تا از برمه و یه خانمی از نمیدونم به عنوان زنان مبارز در سطح جهانی چیز کردن و این باعث شده که این مثلا قیمت سخنرانی های ایران، خب آمریکا هر کسی بعد دعوت میشه برای سخنرانی فی میدن، حالا از 18,000 دلار تا معمولا رئیس جمهورا که
تازه از دفترشون رو ترک میکنن، یعنی ریاست جمهوری رو به کسی دیگه واگذار میکنن، اوایل همیشه گرانترین فرد همیشه اون رئیس جمهوری که تو مایه‌های 100 هزار دلار اینا میگیره. میگفتن خانم علی نژاد اینا 12 15 هزار دلار بوده، ولی شیرین عبادی هم قیمتشون خانم شیرین عبادی، من همین چند روز قبلا اینا رو میتونی وبسایت های هست ببینید، قیمتی او خانم شیرین عبادی که اصلا مطرح نبوده، قیمت رفته به هزاران دلار. مان خانم نازنین بنیادی رو من 50 میگه به ایجنت باید زنگ بزنیم، ولی قیمت بین 40 تا 60 هزار دلاره برای سخنرانی. خانم علی نژاد 50 تا 60 هزار دلاره. اینا رو تو وبسایت هاشون میگه که دعوت بکنین برای هم. بعد حالا اینا چی میگن؟ اینا رو دعوت میکنن، فاندا رو کی میگیره؟ خانم از مؤسساتی از نفوذ خانم هیلری کلینتون استفاده میکنن و دعوت میشم به یه جایی. حتی یک دو تا برنامه من در هفته های آینده خواهد بود که جلسه گردان، ام سی گردان خانم کلینتون خواهم بود. خانم کلینتون آخه الان دارن دانشگاه کلمبیا درس هم میدن، حقوق بین الملل نمیدونن، روابط بین الملل درس میدن. بله خب برای اینا بد نشد، دستمزدهای بسیاری. البته این قانون غربه ها، من دیگه نمیتونیم. شما در مورد پوتین یه صحبتی کردید، حالا منم ممکنه سم بدنم کم شده باشه یا سر به بدنم کم شده باشه. ببینید منطقی که کشور ما هم درش قرار گرفته، به همان جان هموطنان عزیز، بعض خرابی داره، اما ما یه پوتین داریم اونجا، یه روسیه داریم و این روش الان گردن کلفتی هم میکنه، خیلی هم چیز هم هست، جودوکار هم هست و از این حرفا و سوار همه چی هست. یه حمله ای هم به اوکراین کرده، نزدیک 2 سال یا 2 سال شده، ایشون اون بخش. از این طرف یه عربستانی داریم، این عربستان با یه اسرائیلی که اینا خب مدت‌ها اختلاف داشتن نزدیک شده. از اون یه ایرانی داریم که با نزدیک شدن عربستان و اسرائیل مخالفه. از اون ور آقایی به نام اردوغان داریم که او هم این وسط چیز هست دیگه، متلون المزاجه، نگاه میکنه ببینی کدوم طرف مغروم به صرفه تره. بعد یه گروه هایی هم هستن کنار حاشیه خلیج فارس هستن به نام امارات، که اینها هم یه قطر توشه، که این قطر هم حالا عرض میکنم خدمتون، روسیه. آقای پوتین فروشنده اصلی نفت و گاز در حال حاضر در اون منطقه و ایران هم صاحب نفت و گازه. آقای پوتین کاری کرده که ایران به بدبختی و حضیض ذلت باشه و حتی اگر میخواد یک مقداری استخراج بکنه بایستی مدیریتش اوشون انجام بده و با مجوز ایشون قیمت گذاری بکنن و و و تازه این کار رو هم که میکنن و خودش میره زیر قیمت ایران قیمت میده. اونم داشته باشین، قطر هم نفت و گاز میفروشه. یک سری از اینا کویت و قطر و اینا هستن منابع مشترک با ایران دارن. خب اینا چه بهتر که ایران ذلیل باشه، اونا نفت و گاز دورن از روسیه و از پوتین، نفت و گاز رو همینطوری ببرن. از اون آقای پوتین در این شرایط نفت و گازش رو میفروشه، بعد عربستان و ایران خیالشون، یعنی ایران خیالش راحت میشه که عربستان با اسرائیل و این ور اون ور دوستی نمیکنن، با اعراب به طور کلی دوستی نمیکنن و همینطور این ماجرا تو هم تنیده شده که وقتی نگاه میکنید آقای پوتین میره به یه کشوری حمله میکنه، جنگ میکنه، داره آدم میکشه، مثل چی؟ یک دونه آمار در مورد کشتار ایشون منتشر نمیشه، اما در جای دیگه همینطوری ثانیه‌ای آمار کشتار رو به جهانیان اعلام میکنن که من میگم با یک کشته هم مخالفم، اما میخوام نوع حرکت رو عرض کنم خدمتتون. بعد از اون طرف در این بلبشو یه دفعه دیروز خبردار شدیم یه شهر دیگر هم گرفت آقای پوتین. و اینها رو در نهایت وقتی که آدم میاد بررسی میکنه میبینه که هیچ بعید نیست که نقشه اصلی رو آقای پوتین کشیده، بعد کارگزارش آقای جمهوری اسلامی و این شر رو در منطقه به پا کردن و حالا نفعش رو شما خودتون پیدا کنید، پرتغال فروش رو، نفعش نصیب که خواهد شد.
ببخشید. آره ولی به هر حال من فکر می‌کنم که ببینید آمار میدن حسن جان، ولی آمارها یعنی من نمیدونم معقول به نظر من نمیرسه. ولی دیروز گفتن که 400 هزار نفر جنگ اوکراین روسیه تا حالا کشته داده، به نظر من خیلی غیرعادیه 400 هزار نفر. ولی یادمونم نره در اون منطقه از جهان هیچ وقت آمار درست حسابی نیست. آمریکا یه سربازش کشته میشه هر جای دنیا، میدونین با چه تشریفاتی میارن کشورهای به هر حال غربی، آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان، اینا یه مقدار این چیزا اجرا میشه. ولی آنچه که مسلمه هر چی میخونیم نوشته ها رو، همه صحبت از اینه که تغییری در خاورمیانه ما خواهیم دید. یعنی به این سادگی این برنامه بحث من برنامه آمار نبود. بحث من اون کارایی است که زیر جولکی انجام میشه. آره ولی آمریکایی‌ها نقشه ها رو نمیشستن الان. معلومه معلومه این که من تو کتم به قول مقدمی میگم تو کتم من نمیره، یه گروه حوثی ها امروز هم اعلان کردن که آقا ما تو دریای سرخ داریم خودمون آماده میکنیم برای جنگ در دریای سرخ با آمریکا و به اندازه کافی زیر دریایی هم داریم که با آمریکا. خب ما با همون وقتی صحبت میکردیم که خب آدم نمیپذیره که کشوری مثل آمریکا از یه گروهی بلان. البته این در مورد اوکراین و روسیه هم درسته، یعنی اگه روسیه بخواد اوکراین رو میگرفت 48 ساعته میتونست بگیره، ولی جنگ رو در اون ابعاد نمیخوان هیچ وقت بزرگ کنن. و به این شکلی هم که اروپا از اوکراین حمایت کرد شاید پوتین اینجاشو نخونده بود. ولی حالا این چند روزه به بحثا حوثی‌ها شده، حوثی‌ها رسما میبینی لطمه دارن میزنن. ولی من خودم باورم اینه که آمریکا و غربی‌ها یه پلانی دارن، من نمیدونم چه پلانی دارن. نمیشین اینا مخصوصا میخوان حوثی‌ها رو بزرگ بکنن که به ما ضربه زده، داره ما سرباز ما رو کشته. چون برای اینا هم به هر حال حالا نه به اندازه آقای پوتین به تپ، ولی خب همین چند هفته قبل چند تا سربازشون اردن کشته شدی و رو بر این که آمریکا نشسته حوثی‌ها بکشه، اینم قابل قبول نیست اصلا جان. دقیقاً یه برنامه‌ای دارن، من تو اول باید حوثی‌ها رو بزرگ بکنن که بعد نمیدونم چه تغییری در منطقه میخوام بدن. 5 تا خبرگزاری هست در دنیا که این 5 تا خبرگزاری روزا سوژه میدن که من و شما و بقیه بله. بتونیم تغذیه یعنی خوراک داشته باشیم برای بحث. اصل ماجرا رو ما نمیدونیم، یا میگن 30 سال دیگه، یا میگن 50 سال دیگه، یا میگن اصلا مشخص میشه. الان یک خبری منتشر شد که آدم حیرت میکنه، آمریکا و آلمان و انگلیس و ایران دارن رو پهباد کار میکنن. اگر اشتباه نکنم یک کشور دیگه هم بود، به هر حال دارن حالا یه تعدادی دارن رو پهباد کار میکنن با همدیگه مشترکن. خب اگر اینا نمیپسندن، اگر اینا مخالفن که مثلا ایران پهباد به روسا میده، به پوتین میده، اصلا چرا خود پوتین نیومده اینجا در اصلاح و فناوری قدم برداره؟ اونا دارن، استرالیا، اونا دارن همکاری میکنن برای فناوری و بهتر شدن این ماجرا. حالا شما پهباد گفتی حسن جان، تو آمریکا این ارتشی ها، جنرال ها وقتی که موقعی که سر کارم به تب هر حرفی که میزنن در چارچوب قانون و منافع این سرزمین باید باشه. وقتی بازنشسته میشن میان مشاور، نمیدونم CNN کار میکنن، فاکس کار میکنن، تا رسانه های برتر که پول بسازن، یه 3-4 سالی میمونن برای اینکه اون فیای کانسالتینگ که میگیرن سالی چند صد هزار دلاره. دیروز ببینید یه جمله، ولی همین حرفی که من و شما میزنیم، جنرال بازنشسته آمریکایی رو من دیروز شنیدم، گفت که برای من که 44 سال تو ارتش آمریکا خدمت کردم، آخه نمیتونم قبول کنم، البته سر کار باشی حرفو نمیزنه، که ما آمریکاییم یه گروهی اومده با پهبادای چند هزار دلاریش چپ و راست ما رو میزنه و پهبادای چند هزار دلاری، ولی ما برای سرنگون کردن اون پهباد چند هزار دلاری هر دفعه یه موشک 1,000,000 دلاری حروم میکنیم. اصلا شما ببینید 1,000,000 دلار میگه اینو جنرال آمریکایی گفت تو CNN بود، تو برنامه سی و آدمو فکر میندازه. و خود اون جنراله میگه آخه مگه میشه برای پهپاد چند هزار دلاری او چپ و راست از اون ور که مال ایران احتمالا به طرف کشتی های آمریکایی انگلیسی میندازه و ما هر دفعه یه موشک 1,000,000 دلاری حروم میکنیم؟ نه، البته ایشون آخرش هم ادامه داد که من فکر میکنم پرزیدنت بایدن و ادمنستریشن اینجا همیشه میگن یه برنامه داره که ما هنوز
رونمایی نشده که الان برنامه‌های بسیاری حدسه نمیدونم بین دوستی روابط بین اسرائیل و عربستان نمیدونم غزه مستقل نه فلسطین مستقل نمیدونم میتونه اینا باشه. یاد یه مطلب افتادم یه چیزی خوندم چند روز پیش، یه هموطن ایرانیمون اومده بود میگفتش که در کشوری که یه بسته کاغذ دینا چهار شما میخرید میذارید رو تاخچه میرید شیش ماه دیگه میاین این قیمتش توب شده و از اون طرف بانک مرکزی با همه اون اتفاقاتی که میفته و زدبندهایی که هست و پولایی که میخورن توش و رمز و کد و همه این چیزها روش میزنن و چاپ میکنن و میدن دست مردم، شیش ماه دیگه چند برابر ازش کم شده. این که شما میگی مثل همونه، اون کاغذه رشد میکنه، این اسکناسه تنزل میکنه و بعد گفتش که اینجاست که باید گفت اقتصاد مال خر. آخه اصلا این غیر قابل باور هستن چون من که 50 سال تا کالیفرنیا هم این چند روزه ما با هم خیلی همین زندگی روزمره رو و من فکر نمیکنم 48 سال من هیچ وقت راجع به زندگی هزینه زندگی روزمره اصلا گله کردم، چون آمریکا همیشه فکر میکردم ارزون ترین کشور دنیاست، گرچه هنوز هم اون فکر رو دارم، ولی در این 7-8 ماهه که ما شوخی میکنیم میگیم چه ربطی به کرونا داره. و خب چون تو کرونا به دلیل هزینه حمل و نقل اومدن بنزین هم یه مدتی گرون شد و اینا، یا برنج 8 دلاری کردن 16 دلار اینا، ولی حالا واقعا و ما صدای ماها اینجا در اومده که ماهی که 50 سالش فقط یه دوستی به من الان شام مثال زدی گفت آقا من نوشتم در 9 ماه گذشته این قهوه‌ای که تو هم تو آمریکا دوست داری همون قهوه‌ای که من می‌خورم اینجا 10 دلاره اونجا 90 هزار تومان بوده 9 ماه قبل. گفت من خودش هم فوش میداد که اشتباه کردم باید 10 تا می‌خریدم. ترقی می‌کنه اصلاً میمونه. گفت دفعه به فاصله یه ماه و نیم رفتم دو تا خریدم 260 هزار تومان شد دونه از 90 هزار تومان. حالا خلاصه کنم دیروز فیروز شوینی تعریف کرد گفت امروز رفتم 480 هزار تومان خریدم. گفتم یعنی من 1000 دلار فرستاده بودم تو قهوه خریده بودین. اصلا شما 4 برابر اصلا این سود اصلا حیرت آوره این ارقام و مردم تحملشون آدمو تعجب وا می داره. یاد یک خانومی افتادم که ویدیویی دیدم، دوستان عزیز حالا موقعیتی پیش اومده شماها با عدم صلاحیت و نمیدونم واجد نبودن شرایط و همه اینا موقعیتی پیدا کردید و بهتون شغلی دادن، کاری دادن، مسئولیتی دادن، حالا به هر دلیلی وابسته بودید. خانم محترم، آقای محترم، اگر که یه دوربین رو پیدا میکنین میارن جلوتون میذارن، حداقل در همون محدوده مسئولیتتون یه چیزی بگید. سعی نکنید که یهو فیلسوف بشید، یهو ارسطو، افلاطون و اینا رو همه رو شب خیس کنید تو آب، صبح لیوانو سر بکشید. بابا جان، خانم محترم، حالا بهمن جان اینو میشنویم که هموطنانمون فکر نکنن ما داریم روش میذاریم. بچه بودیم توی دبستان بهمون تغذیه رایگان میدادن. سیبای دروش بهش میگفتن سیب لبنانی، پرتقال دروش پرتقال لبنانی، رطب و چیزای لبنیاتی که هلندی، پنیر هلندی و شیر خشک هلندی و اینا. ما خوشحال بودیم تغذیه رایگان، الانم دارن این یعنی به اصطلاح هنر شاهو تو سر ما میزنن. اگر بدونیم این تغذیه‌ای که ما میخوردیم پول خون مسلمانان فلسطین بود، با دقیق کنی. آخه آمدی تعریف میکنی که یک زمانی بچه بودی تغذیه رایگان در مدرسه بود و امروز شرایط فرق کرده است. آن روز بعد تو دوربین خیره میشه خون بچه های فلسطین رو به ما میدادن به جای تغذیه را. آخه خجالت بکشین. بله اون زمانی که تو تغذیه رایگان که اصلا فلسطینی بازی ها نبود توش، آخه شعوری، سوادی، یه چیزی رو یه جایی بالاخره بذارین تو کاغذ ببندیم به بازوتون مثل دایبی وقتی. من حالا این رو برای نمونه میذاریم که ببینید چه کسانی دارن اونجا
چه حرفایی میزنن، چه جوری سر مردم رو گرم میکنن، به چه کارایی. بعد از اون طرف نمیدونم مسئله انتخاباتشون رو شما نگاه میکنید، ببینید چه بساطی رو انداختن. آقای سلامی که نمیدونم جواب سلامش رو نمیده کسی، اینو میفرستن میاد یا عزیز الله به من عاجز کمک کنید برید رای بدید، اسلام در خطره، نظام در خطره، فلان. آخه یه خود به خودتون بیای، میدونید که اگر نیان این هر چقدر شما فرار بکنید از رفراندوم، این خودش رفراندومه، مردم نمیتونن جلو شما وایسن، شما هم اجازه رفراندوم بهشون نمیدید، اینجوری نشون میدن که شما مشروعیت ندارید. چی میخواین بگین؟ حالا برید از افغانستان این بند خداهایی که آمدن اونجا از اونا بخواین بیان پای صندوقهای رای نمیدونم فلا، شما خودتون میدونید، مردم هم میدونن که مسئله فقط نشون دادن سیاه لشکره به جهانیان که بگن آقا نگاه کنید اینا ما رو میخوان، ما مشروعیت داریم، وگرنه مسئله رای چیز بچه بازیه، شما هر کی بخوان از تو صندوق میاریم بیرون، اصلا شوخی نداریم که. من دیدی نظر شما چیه؟ من نمیدونم چرا یاد اون ویدیوی افتاده، من شما گاهی وقتا ایسا پیدا میکنیم میبینیم که اون آقایی که دستاوردهای جمهوری اسلامی یادتونه فضا و ما جزء ده قدرت فضایی جهانیم دوزوه نمیدونم و نمیدونم وقاحت یه چیزی برای من مونده در مورد جمهوری اسلامی. حالا ما طنز نیست، طنز نداره، ولی آدم بهتره که چه بدونم این چه چسبی حسن جان جمهوری اسلامی برای این 10% طرفداراش داره. من گاهی وقتا خیلی رو به این مسئله فکر میکنم و مثل یه بار از شما سوال کردم، ببینم اصلا به نتیجه هم نمیرسم. طرف 20 ساله نمیتونه برگرده ایران، آقای مثل مهاجرانی دیگه، یا مثل آقای اشکبری، مثل خیلی ها، آقای سروش برگردان احتمالا سر از زندان در بیارن، ولی دست از جمهوری اسلامی بر نمیدارن. من نمیم اون 10% که چسب جمهور نهایتا هر چی صحبت میکنه باز میگه، یعنی فقر مردم رو که این دیگه چیزی نیست که من و ایشون بگیم، یعنی الان دیگه 400 تا هست انجام ما تلویزیون رسانه فارسی داریم، واقعا دیگه همه میگم واقعا، یعنی اصلا یه چیزی که اصلا منم شمس هست که این که 60% 50 حالا هرچی 50% جامعه واقعا خودشون میگن زیر خط مطلق فقرن، خودشون میگن فیلم هایی نمیدونم گوش فروشی رو میذارن، اینا دیگه شایعه که نیست، انقدر تکراریه که حتی صحبت کردنش هم واقعا برای بیننده جذابیت نداره وقتی 400 تا رسانه میگن، ولی اینا دست فر نمیدارن. این خیلی برای من هیچ گونه من چون من نمیدونم آیا هنوز منافع مادی دارن خارج از چیز، نمیدونم. نه اینا یک حرکتی کردن بهمن جان، روشون نمیشه بیان معذرت خواهی کنن، روشون نمیشه بیان، ولی پررویی در جای دیگه دارن. شما نگاه کنید نمونه هایی که ما نمیخوام اسمشون هم ببریم، میره طرف ایران، میاد قرارمداراشو میذاره، بده بسوناشو میکنه، میاد اینجا برنامه میگیره، به آمریکا فوش میده، به اپوزیسیون فوش میده، به همه کسانی که مخالف جمهوری اسلامی ان توهین میکنه، همه حرفا رو میزنه و بعدش چیکار میکنه؟ مینویسه اون زیر پیپل این اون 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 در ایران هم آدرس پول این این این، ما در مزیقه بد مزیقه گیر کرد. آخه آدم میکنم میدونم 15 دقیقه در برنامه هفتگی این آقای محترم برنامه 15 دقیقه داره میگه ما در یوتیوب خیلی شدید تحت فشار مالی هستیم. من نمیم فشار 15 دقیقه برنامه که از خونه تو یوتیوب اجرا میکنی فشار مالی چیه؟ ولی من این آدم ها رو دلیلش رو پیدا کردم بهمن جان، باور نمی کنی. الان اونم من خواهش میکنم که تو این برنامه به اتفاق میبینیم، یک آخوندی هست میاد میگه اگر که زن شوهرداری باشه یک کسی دیگه نمیدونم خطایی بکنه این میشه زنای محسنه. بله. اما اگر که حالا من نمیدونم کیلومتر رو چجوری حساب کردن از کجا که 24 کیلومتر اون کیلومتر شرعیه، اگر اون موقع کیلومتر اون موقع 1400 سال، اگر که 24 کیلومتر که کیلومتر شرعی هست اینا از هم جدا باشن زن و شوهر، مثل این که تنها معناش اینه که اگر کاری خواستین میتونین انجام بدین.
فتوای رایج این است که اگر کسی خدای نخواسته زنا بکنه بررسی میکنن، اگر همسر داره محسن است خب حکمش شدیده، آیا اگر کسی همسرش در کنارش نباشه چی؟ علما فتوا دادن تا 24 کیلومتر، یعنی به اندازه مسافت شرعی اگر همسرش دورتر باشه زنایش محسن نیست، انگار که همسر نداشته. من فکر میکنم اینا 24 کیلومتریان ببینید، اینا 24 کیلومتریان شک نکنید، برای اینکه چطور میشه یک انسان این همه زجر و ستم و نارسایی و ظلم و اعدام و نمیدونم جوانای مردم رو نابود کردن و خانواده ها رو داغدار کردن و همه اینا و بعد یک مملکت رو به نابودی رسوندن و همه این قضايا، باز بیاد بشینه تعریف کنه، باز بیاد بشینه لجبازی کنه، باز بیاد بشینه توهین کنه به خاطر این وابستگی که داره. اصلا آدم فرهنگیشون این آقای عبدالکریم سروش دباغ چیشه اسمه، من دیروز پیروز حسن جان بخوندم زنده یاد اسماعیل خویی دو سه تا نامه برای این آقا می نویسه و بعد از اینکه خود خویی هم می دونین عذرخواهی کرد از مردم ایران، اینا برای اون دوران انقلاب فرهنگی بود و اینا، یه چیزایی به ایشون یادآوری میکنه، بی پاسخ میذاره نامه های خویی رو، جواب نمیده. بعد یه چیز دیگه ای تو اینترنت پیدا کردم، تو این جلسه این آقا نشسته با سه چهار نفر، یکی میگه آقای سروش شما جواب خویی رو دادین؟ میگه خویی که من، میگه خویی شاعر، میگه من نمیشناسم اصلا ایشون، صلاح بوده که بگی نمیشناسم، اصلا نمیشناسم. و یه آدمی که ظاهرا خوب برخوار مولانا، خود میگه زندگی مولاناوار دارم، ادعایی داره خودش، فرزندش هم که، و نمیدونم این ملی، شاید باید گفت ملی مذهبی، که این واژه واقعا چی میگه شما، نتچسبک ملی مذهبی و همه اینا این تفکر رو دارن حسن جان. متاسفانه اینجوریه و امروز ما گرفتار میراثخورای اینا هستیم، همینطوری کسانی که ازشون موندن اونا هم همون مسیر رو دارن میرن و من واقعا دلواپس نستایی و از ما هم که دیگه چیزی نمونده. اینا دارن مدیریت میکنن، همون نگاهی که شما دارین که لس آنجلس ما تو رسانه های خیلی جاها جمهوری اسلامی حضور جدی داره، من به نظرم این آدم ها پشت پرده دارن یه جورایی مدیریت میکنن اینا رو، اگرم ما جلو چش نبینیم نمیدونم، محدث منه شاید، بله به هر حال بیننده ها هموطنانمون دیگه با حتی 10 سال پیش فرق کردن، امروز نگاهشون نگاه دیگری شده و متوجه هستن که چه خواهد شد. اما در این دقایقی که ما در خدمتون هستیم برنامه ممکنه به پایان برسه، میخواستم خواهش بکنم که دوستان، کسانی که به هر حال به نوعی مملکت رو رها کردید، اصلا به هیچ جاتون بر نمیخوره که اونجا چه داره اتفاق میفته و فقط فوکوس کردید روی یه مطلب به خصوص و حاضرم نیستید کوچکترین فکری بکنید که آیا کارتون درسته یا نه، اون یکی نمیدونم آمار میده آمار غلط میده، اون یکی نمیدونم شروع میکنه میگرده تو تاریخ که کجا مثلا پدر بزرگ اشکالی داشته که امروز به نوه بچسبونه، اینا رو بذارید کنار، مملکت داره نابود میشه، یک روزی شما باید پاسخگوی این ملت باشین، به اون روز فکر کنین که اومد شرم تاریخ رو بایستی تحمل بکنید. من نمیدونم دیگه چجوری آدم، حرمتتونم من حفظ میکنم، اسامیتونم مطرح نمیکنم و گفتم به خواهر و مادر و زن و فرزند کسی هم یک آدمی که شخصیت داشته باشه کاری نداره، اونا حرمت خودشونو دارن، زندگی خصوصیه و ما اگر مخالف هستیم و اگر نمیدونم سلیقه‌مون با هم دیگه جور نیست، میتونیم با هم دیگه حرف بزنیم، میتونیم صحبت بکنیم، حالا دیگه بقیهش با بهمن جان که ببینیم آخرین مطالب چی هست. شما یه مطلب خوب بگیم، امروز بشر همیشه ما عزیزه بد گفتیم، هم بعد برنامه ما بسیار ساعت دیگه پخش میشه،
و ما هر اتفاقی که بیفته اگر یه ایرانی سهم کوچیکی داشته باشه، این همون عشق و علاقه تعصب به ایرانه. بعد 50 سال که از سفر آپولو گذشت، حسن جان در همه البته برنامه رو وقتی دوستان میبینن یه روز ازش گذشته، چند ساعت گذشته، این عادی، نمیدونم آدیسیوس بود اسمش، عادی صداش میکنم فکر کنم، نمیدونم اودی، عادی هم چیزی، این سفینه ای که نشسته در کره ماه بعد از 50 سال. اولش آقای مشکلاتی پیدا شده دیگه، دلنگران بودن که وقتی موقعی که لندین میکنه اگه با ضربه اینا بخوره ممکنه دیگه چی نفت بیفایده باشه، وقتی هیچ چیز مثبتی به زمین ارسال نکنه. خوشبختانه بعد 4-5 ساعت به راه افتاده و برای بشر به هر حال، برای نسل‌های آینده جای خوشحالی داره. حیف که کشور ما بزرگانه، یعنی بچه های ما تو همین غرب هم نشستن و دستی تو این کارا دارن، ولی تو سرزمین خودمون خود آقای معاون دانشگاه شریف میگه خیلی هم خوبه. این چند روز هم آقای خامنه‌ای گفتن اصلا خیلی کار خوبیه که بچه های ما میرن اون برا، برای اینکه 93%شون نمیتونن کار پیدا بکنن، فارغ تحصیل میشن، کار در لول اونا نیست. به هر حال تو این سفینه ای که نشسته یه دکتر ایرانی تو اینترنت دیدم مصاحبه هم ویو اینا باش کرده، با خوشحالی گفت دو تا از سنسورهای ساخت کمپانی منه و خیلی هم گفت امیدوارم که هم یعنی خوشحال بود با هموطنانش اینو شیر بکنه که ایرانی ها خودتون نبازیم، ما برمیگردیم. این داستان در سرزمین ما 45 سال بد بوده، ولی در مقابل تاریخ زمانی نیست حسن جان، 45 سال. ولی خب مردم هر روز راههای مبارزه هم پیدا میکنم. من دیروز یک دو تا از اقتصاددانایی که حالا کار ندارم اسامیشون، ولی شما هم میشناسین، ظاهرا آدمای بسیار معتبرین، جمهوری اسلامی اعلان کرده که امسال کسری بودجه وحشتناکه. اعلان کرده که 50% بودجه رو از مالیات ها. دکتر اقتصاددانی که ایشون دیروز من دیدم که از همه خواستن، از دوستان و رسانه دارها، که سایت ماویتوانیم.com یا ماویتوانیم.org رو معرفی کنین به همه. پیشنهاد این اقتصاددان ظاهرا میگوید که در غرب هم بوده و جالب اینه که میگه با اقتصاددان داخل گفتگوهای انجام شده، عملی هست، به شرطی که همه این کار رو بکنن. اگر معاملاتتون رو بتونین به صورت غیر ریال انجام بدین، دولت رو از لحاظ اقتصادی از این که فشلتر از ورشکستر میکنین، یعنی نمیتونیم مالیات ها رو بگیریم. من بلد نیستم، ولی دیدم که چون آدمای معتبری بودن، بقیه دو سه جا رسانه‌های برتر هم اعلان کردن، سایت یعنی وبسایت های فعالین سیاسی که مورد احترام جامعه هستن، ما میتوانیم، که شاید فقط مبارزه هر کسی سعی داره میکنه حسن جان یه راهی برای عبور از این جمهوری اسلامی پیدا کنه. مردم ما منبر نشستیم، ما که نمیتونیم واقعا انعکاس میدیم دیگه، بیشتر از این متاسفانه ماها نمیتونیم رولی بازی کنیم. ولی خب اگر چیز مثبتی باشه، مردم خودشون همیشه هم نهایتا گفتیم مردم ایران بهترین تصمیم رو به موقع خواهند گرفت. ما از بله، به هر حال چیزی که اینجا مطرحه بهمن جان، تا هفته دیگه که ما میخوایم دوباره بیام خدمت هموطنانمون، یک بار دیگه من تکرار میکنم دوستان، این رو دو سه برنامه پیش گفتم، اگر همین جوری بخوام بریم جلو، مردم داخل کشورمون اگر که خب از پا نشینه در همون حدی که میتونن دزدکی نمیدونم شبا برن الله اکبر یا نمیدونم شعارهایی که خودشون الان میدن، نه الله اکبر، اگر رژیم ببینه نمیتونه کاری بکنه، من به شما قول 100% میدم هیچ کدوم از اینایی که دارید نمیدونم سینه به تنور میچسبونین، هیچ کدومتون یک قدم نمیتونین بذارین تو اون مملکت. یک شب خوابیدیم صبح بلند میشیم میبینیم که گفتن 4-5 تا 10 تا آخوند رو گرفتن دراز کردن، یکی از سپاهیان رفته اون بالا مثل صدام حسین، حالا دیگه در آینده صدام حسینه یه قدمی برای مردم برداره یا بر نداره، این چیزیست که دارم عرض میکنم خدمتتون، به نظر من رسیده، امیدوارم درست نباشه، امیدوارم واقعیت نداشته باشه. اما اگه اینجوری بخوام بریم، تعارف نداریم، عاقبت کشور ما همینه، این یک. دو، اینی که اینقدر نیان در میز گردها و اینور اونور میشینید، این چه پوزیه،
این چه اعتباری برای شما به وجود میاره که هی بخواین بگید ما که اپوزیسیون فعلا نداریم؟ آخه خود بی سوادت وقتی نشستی جلوی دوربین مخالفت داری میکنی، خودت اپوزه ای، پس داری خط قرمز رو خودت هم میکشی. اگر اپوزیسیون نبود این مدت جمهوری اسلامی خیلی کارا کرده بود. جمهوری اسلامی از دست این اپوزیسیون شب خواب راحت نداره، نقشه میکشه، مامور میفرسته، نمیدونم انواع اقسام کارا میکنن، آدم میدوزن میبرن. چی اپوزیسیون کاری نکرده؟ اپوزیسیون خیلی کار کرده، منتها یه سری اینایی که آمدن صادراتی یا قاطی شدن، اینا مزاحمت ایجاد کردن، سنگ انداختن، یعنی در واقع موفقیت جمهوری اسلامی رو بیمه کردن. آی کار نشده شیم حرفتون رو بزنی. چیکار کنیم حالا از دست این؟ بله همینه دیگه، اتفاقا دیگه فرصتی نداریم، من دلم هم نمیخواد زیاد وارد این بحث بشم، فرصت هم نداریم. فقط میخوام یه اشاره 30 ثانیه بکنم، شاید در هفته آینده نمیدونم با کسی، به سالگرد تاسیس حزب دیروز سالا خیلی این مسئله جنجال را انداخته، حزب کومله بوده در تورانتو و آقای مهتدی سخنرانی کردن و من فقط دیدم میگم رد، ما رد میشیم، الان فرصتی هم نداریم واردش بشیم. ایشون چون دیدم بعد از این 4 تا 5 تا فقط امروز مقاله های متعدد اومد، بحث هایی هم در این زمینه بود، ایشون گفتن ایران کشور چند ملیتی است و پروژه یک کشور یک ملت در ایران شکست خورده و به پایان رسیده. این گفته خوب، البته اینم جواب من آقای نفر بده. بعد از اینم آقای هودشتیان که در ققنوس هم هستن و مسئول بخش سیاسی ققنوسن، ایشون سخنرانی کردن و در واقع به نوعی آقای مهتدی رو به عنوان رهبر کلاپوزیسیون پیشنهاد کردن، یک مرد شریف. من هیچ اظهار نظر نمی کنم، فقط این بحث رو میذاریم برای هفته دیگه، چون بحث طولانیه، چه اینکه مهمانی بخوایم داشته باشیم، چه ببینیم تا هفته آینده چه میشود. ولی بسیار در جامعه ما اینم امروز من دیدم که بحث‌های جدی رو به وجود آورده و همیشه هست دیگه. البته بحثی هیچ ایراد نداره، نقد سیاسی جای خودش رو داره، ولی حتما گروه ها رو از هم دور میکنه این نگاه، این جمله هیچ رو به هم نزدیک نمیکنه. این جمله‌ای که بنده از اون کنم خدمتون، این توهین نیست و ارزش و احترام ایشون هم هرچی هست به جای خودش محفوظ، اما در مورد این جمله‌ای که ملت ها و ملیت ها رو مطرح میکنن، من میخوام بگم که آقای مهتدی شما اگر که اینو میگید در مملکت، اون وقت باید یه سازمان ملل متحد درست کنیم، غیر از اینکه در جهان فعالیت میکنن، که اون ملت هایی که شما میگین اون وقت عضو این سازمان ملل متحد باشه در ایرانمون. بذارید مردم کارشون رو بکنن، با واژه ها بازی نکنید. شما رو به هر کس میپرستید، با واژه ها بازی نکنید، راه رفاه و آسایش مردم رو پیشنهاد کنید، مانیفست مثبت ارائه بدید. حالا هر کی نشسته با یه واژه‌ای میخواد دگرگون کنه، اون یکی میگه دموکراسی، اون میگه که نمیدونم غیر دموکراسی، هر کدوم یه چیزی میگیم و این واژه‌ها خودش الان یک معضلی شده بین مردم ایران. هیچ تاییدی نیست که رهبران دیگه کردها هیچ وقت این ادبیات رو به کار نبردن، اینو باید دید. میگم این بحث ها البته مال 3-4 روز قبل بوده، ولی این اتفاقات اینا هکرها و اینا امروز این بحث رو من با این مقالات متعدد دیدم که در سایت های مختلف، احتمالا فردا پس فردا ما گفتگوهایی هم در این زمین داشته باشیم، یه بحث های چون بیشک نگاه آقای مهتدی نهایتا برای بخش بزرگی از جامعه تعبیرش بالاتر از فدرالیست خواهد بود، تجزیه طلبی اینا خواهد بود، یه گروه این نگاه رو خواهند داشت، نمیدونم. و وقت ما تمومه، حسن جان خداحافظی بکنیم تا هفته آینده. بینندگان عزیز، دوستان گرامی، بسیار سپاسگزاریم که با ما بودید در این برنامه، هم طبق معمول وفاداریتون رو به ما ثابت کردید، بر تقدیر بودور که واردور، برگ سبزی تحفه درویش، ما
وقتمونم برنامه‌مونم یه جوری هست که مجبوریم که سوژه ها رو بهش اشاره کوتاه بکنیم و رد بشیم. میدونیم که باید یه سوژه دو تا سوژه رو بگیریم، اون رو بشکافیم، تحلیل بکنیم، از این حرفا همه رو متوجه هستیم. ولی خب از اونجایی که هفته یک برنامه هست در حدود یک ساعت، این حق رو بدید که یه خورده هم سریع ما عمل بکنیم، خبرها رو در حاشیه‌اش گفتاری داشته باشیم. و ضمناً از این کارهایی که میگن زنگوله بزنید و نمیدونم از این کارا برای سابسکرایب و نمیدونم خیلی در فشار مثل دوستان. آره خیلی در فشار. آره خیلی در فشار فلان و بحث. ما میتونیم بگیم در فشاریم. در فشار چی هست؟ هزینه ها گفت کمر ما رو شکسته. آره کمر ما 12 دقیقه از خونه با یوتیوب و این آقا بله. آقا همین آقای سجادی استشون هم میگم چه روزنامه نگاری که اون دفعه هم گفتم تلویزیون صحرا رو دارن، لابیست برزنگاه من، لابیست رسمی جمهوری اسلامی در آمریکا. به هر حال خدا نگهدار. به هر حال تا درودی دیگر بدرود. ضمن سپاس از رضا کیهان و رضا آلمان.